سال پیش تو همین ایام بود که یک گروهی به نام اتوبوس علمی اتودانش اومد منطقه ما برای اجرای علمی. وقتی وارد منطقه ما شد در مورد مسائل مختلف اونجا کار کردن. یه هفته بعد از اینکه اتوبوس علمی اومد منطقه ما برای اجرا، خب مهمونی روز عید قدیر بود، منم اومدم توی مهمونی. این گروه توی مراسم عید قدیرم یه موکب داشتن که داخلش فعالیت‌های سرگرمی برای بچه‌ها انجام می‌دادن، مثل فعالیت‌های علمی، سرگرمی، بازی. خب من اون سال اومدم داخل این موکب، یه کمک که بهشون کردم داخل سازه ماکارانی، ساخت سازه ماکارانی کمکشون کردم و به خودم عهد بستم، قول دادم که انشاءالله سال بعد بتونم یه کار بهتری انجام بدم برای این مهمونی. برای همین امسال تصمیم گرفتم که برای بچه‌ها یه کارگاه مهارتی رباتیک بذارم که بچه‌ها بیان از رباتیک استفاده کنم و یه رباتی رو بسازن در حد 10-15 دقیقه. در حد توانمون خواستم که این مهارت رو در همه گذری که از مهمونی رد میشن انجام بدن و یه خاطره براشون بمونه. این روز عید برامون خواهی یه عید مقدسیه، مثل عید نوروزمون، و خب هممون دوست داریم شرکت کنیم، توی مراسم باشیم، شادی کنیم. خب ما هم افتخار داشتیم توی امسال که بتونم در حد توانمون، خب ما نمیتونیم بگیم که کامل بود فعالیتمون، ولی در حد توانمون خواستیم یه فعالیت کوچکی داشته باشیم که این عید برای اون سنی که ما مد نظر مدیاچهای کودک و سنشون نوجوان بودش بهتر بشه، براشون خاطره انگیز باشه. آرزوم اینه که ایشالله امیرالمومنین نظر کنه همه بچه های ایران تو هر منطقه و هر محله‌ای که هستن، چه تهران چه مناطق محروم، بتونن مهارت مورد علاقه‌شون رو پیدا کنن، استعدادشون رو پیدا کنن و تلاش کنن که تو اون استعداد پرورش پیدا کنه و به موفقیت برسن. و اگر این اتفاق بیفته، همه نوجوانا بتونن استعداد خودشون رو کشف کنن و برن سمتش، مطمئناً ایرانمون هم یه ایران قوی‌تری میشه و میتونه حرفه های زیادی داشته باشه تو حوزه‌های مختلف توی دنیا.